بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا در اعلامه یافته های ابتدایی نهاد از روز انتخابات ریاست جمهوری برخی از دسته های انتخاباتی و هوادارانشان را و تهدید و زورگویی در برابر این نهاد متهم می سازند. رئیس اجرایی تیفا می گوید برخی از چهره ها در دسته های انتخاباتی به این نهاد هشدار دادند تا در بیان برخی موارد از سانسور کار گیرند. اگر رسانه علاقه من باشه همو ریزشیتارم در اختیارشون قرار میدیم ولی او دیتایی که ما جمع کردیم که سطح رای مشخص میکنه برای کاندیدای مشخص و مشارکت هم میتونه یک تصویر کلی بده او را به دلیل تعدیداتی که صورت گرفته و آدم های بسیار بزرگ تدید کردن متاسفانه که به همین دلیل نمیتونیم او را شریک بسازیم ولی منتظر از این هستیم که کمیسون رسما این مطرح کنه باز بعد از او ما همه دیتا و معلومات خود شریک میسازیم که اگر کمیسون شفاف کار نکرده باشه و طرف قرار گرفته باشه باز بتانیم او را به چالش بکشیم که به نفع کسی کار صورت نگیره یافته های این نهاد نشان می دهد در بیش از 18 درصد موارد رای دهندگان از سوی افراد و اشخاص بر ریختن رایشان به نفع کاندیدای مشخص ترغیب و تشویق میشدند و حتی برای آنان پول نیز توضیح می شد. دو اشاره یک فیصد مراکز رایدهی کارمندان کمیسیون شکایت انتخاباتی حاضر نبودند. در هجده فیصد مراکز رایدهی تبلیغات، تشویق و ترغیب رایدهندگان برای رایدهی به یک شخص به کاندید مشخص جریان داشت و حتی در مواردی برای دهنده پس از رایدهی پول توضیح می گردید. علنی نبودن تصامیم و جلسات کمیسیون های انتخاباتی و مخصوصا روند کند انتقال اطلاعات به سرور مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات از دیگر مواردی هن که نهاد از آن نگرانند. وظیفه نظارت ای است که در واقع یک ناظر ببیند چه قدر پروسه بر وفق قانون پیش میره که در این قسمت کمیسیون مستقل انتخابات با وجود ای که یک قفسچه اطلاعی را ساخته اما دسترسی ناظرین به معلومات وجود نداره چیزی که در انتخابات اصل است این نهاد همچنان از کمیسیون مستقل انتخابات و خاطر در دسترس قرار ندادن معلومات به نهادهای ناظر انتقاد می کند. اکثرا مشکل دارن که این معلومات دقیق از کمیسیون گرفته نمیتونن و دسترسی به معلومات یک چالش است و متاسفانه وقتی که ما از معلومات میخوایم از کمیسیون باز میگه که ما باید اینو تصویب کنیم با شما میتیم این کوچکترین معلومات اینو میخوان که تصویب کنن بعد از او باز بدن انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ ششم میزان برگزار شد و بر بنیاد جدول زمانبندی کمیسیون مستقل انتخابات قرار است نتایج نخستین این انتخابات به تاریخ 27 همین ماه و نتایج نهایی به تاریخ 16 ماه آینده اعلام شود. فرشته اسلامزاده تلویزیون زن